خانم آقایان به 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 رامبد. ای من ندیدم تو کی اومدی؟ قربونت برم. سلامت باشی رامبد. زنده باشی. خیلی ممنون. خیلی ممنون. ببخشید صبر کنیم ببینم. چطوری؟ ممنون رامبد. سبکم. سبک. زیبا شدم رامبد. از رفتی موزه اومدی اینو به من بگو. عشق کردم رامبد. چقدر جات خالی بود. چقدر جات خالی بود. گفتم بیام. حیف حیف. هرچی اصرار کردم گفتی کار دارم متاسفم. چه لذتی اینقدر تاکید کردم گفتم من حاضرم الان برنامه رو نیمه رها کنم با تو بلندشم و دوستان بلندشمون دوستان متخصص دارم حرف میزنم. اگر دل تو را شکستند رامبد حس میکنم تمام تاریخ دارم با خودم حمل میکنم. وای چه لذتی. آقا آدم موزه میره اصلا دنیای جدیدی به روی آدم باز میشه. برای من حرف بزن، برای همه ما حرف بزن. جناب خان بهمون یاد بده. رامبد حس میکنم فرهنگ داره از چشمام میزنه بیرون رامبد. اینقدر عشق کرد. صدات یه جور اکو داره انگار. میدونم صدام حس میکنم اکو پیدا کرده رامبد. رفتم موزه لذتی رامبد. وارد موزه شدیم رامبد و چه فضایی ماشاءالله چه فضایی ساختن. بخشای مختلف داشت قشنگ یه کاتالوگی راهنمایی به ما دادن گفتن این بر بخش نقاشیه او بر مجسمه است او بر سفال لذت محض بود رامبد. ببین جناب خان اینی که دارم میگم از صمیم قلب میگم با باور دارم میگم میفهمم. جناب خان الان با جناب خان قبل از موزه دو تا آدم مختلفن. فرهنگ ای کار با آدم واقعا تاریخ ای کار واقعا. وارد شدیم بابچه‌ها گفتیم بیریم از زیبایی نقاشی ها لذت ببریم. رامبد نقاشی انگار با روح آدم حرف میزنه واقعا. و چه نقاشی هایی هم آورده بودن رامبد. پیکاسو، اندی وارهول، رامبد ونگوک آدم مهمیه تو نقاشی. خیلی جدی داری میگی؟ خیلی نقاشی اصل ونگوک گذاشته بودن اونجا رامبد. وای خوش به حالت از نزدیک دیدی. و چه دقت نظرام با تابلو گذاشته بود که هر گونه عکس برداری با فلش ممنوع است. بله نباید. میدونید میگن این فلش نوره رو نقاشی تاثیر منفی میذاره. بله میتونه تو رنگاش تاثیر بذاره، میتونه تو عمر آفرین موادش تاثیر بذاره. حالا یه آقای بی فرهنگی هم متاسفانه گوشیش در آورد که از این ونسان ونگو که با فلش عکس بگیره. حالا ما هم اون غیرتی محمود دوید که دستش بگیره جلوی فلش پاش گرفت به زیر پا سر رفت سمت نقاشی ونگوک دستش اینجوری خورد تو نقاشی تا پایین. یه مزرعه تو نقاشی ونگوک سب کن میگن با فلش عکس نگیریم. این با پنجه رفته تو نقاشی رامبد. یه مزرعه تو نقاشی ونگوک بود محمود کامل شخمش زد. یعنی مزرعه کو آماده تخم ریزی شده بودی. چقدر قشنگ. مامور موزه اومد نگاه کرد از این تصویر قشنگ بغضش گرفت پشتش کرده و به ما با شونهش تکون میخوردی جوری. خیلی فضای احساسی قشنگی درست شد. چقدر جات خالی بود. اصلا احساسی نیست اون داشته سکته میکرده که الان باید چی جواب بده. همون دیگه لذت داشت میمود. میدونی اون اثر قیمت نداره. دقیقا خود یارو هم همینو گفت گوی اثر الان دیگه 2000 نمیارزه اصلا قیمت نداره دیگه. دقیقاً موافق. چقدر شما اطلاعات موزه‌ای دقیق ما شد. وای خدای بزرگ. خلاصه رامبد در فضای روحانگیز نقاشی ها ببخشید ادامه دادیم سیر و سیاحتی. بله بلیط خریده بودیم. یکی از مهمترین آثار هنرهای تجسمی بشر رو زدید نابود کردید. بلیط خریدید 5 تا بلیط خریده بودیم گفتیم تا فنار صغر موزه باید ببینیم. رفتیم نقاشی های در بعدی باز کردیم رسیدیم به بخش فرش. وای رامبد ایرانم و فرشش. وای رامبد فرش اصلا با روح ایرانی نس قبول داری رامبد؟ ببین بذار اصلا اینجوری بهت بگم، من بعضی وقتا این تازگی‌ها به این فهم در انقدر فهمی که دارم میگم تازگی‌ها رسیدم، میشینم توی اینترنت فرش تماشا میکنم. آفرین. عکس از طرح و نقش فرشا. این ژن ایرانی کاره با ما میکنه. شاهکاره. شاهکاره. ما با فرش بزرگ شدیم رامبد. انتها نداره. و فرش آویزون از اینور از اونور ترنج فلان و اونا، او ته یه فرشی بود گفتن نمیدونم مال 3800 سال پیش. اولین قالی بود که انگار تو ایران بافته شد. و گره احمد صفاری بغض تو گلوش آروم رفت، نوک انگشتاش کشید روی فرش. نباید دست میزد. گفتم احمد نباید دست بزنی. آروم انگشتش آورد پایین، یه کوچولو یه نخ کوچولوی اومده بود بیرون از زیر این. آروم نباید اون دست میزد. آروم نخه کشید کشید هی بیکش، هی اومد، هی کشید، هی اومد، هی کشید. او وردا دست محمود با گولش کو مثل کاموا این میپیچید دور دستش. محمود هم عصبی پیچید. محمود رد شد به نام شوهر اعلام، پیچید دور پاش. احمد میکشید کشید. موزه دوباره احساسی شد، هق 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 شونش بود که میلرزید رامبد. یعنی ما اولین بار بود که پشت یه تابلوی تو موزه دیدم، چون این کامل خالی شد جلوش. چقدر پشتش یه تیکه رنگش پریده بود، نامردا پشتش درست نکرده بودن رامبد. یه لحظه معذرت میخوام، اون قالیچه تموم شد همه رو شکافتین؟ نه تموم شد، ولی کامل بچه ها کانواش تحویل دادن. آخه مگه اون الان اهمیت داره؟ آره تموم شد، نابود کردین رفت. آره بعد مثلا احمد یکم عصبی بود، گفتیم یکم رویش سر، گفتیم احمد بگی، گفت چیو بگیرم؟ گفت بده بغلی. احمد بگیر چیو بده بغلی، چیو بگیرم با این تکون، بده بغلی چیو بگیرم، بده بغلی کلافه رو، دو کلافه رو. رامبد یک کلافه دو کلافه مرده گمون کلافه کردین و یه ذره هق کرد. ما حس کردیم بخش فرش رو کامل دیدیم و او درسی که باید میگرفتیم. چه درسی گرفتیم؟ درس لذت بردن از نسبت ایران و قالی، که هر چیزی رو ما به اصل خودش باید برگردونیم. فرش برگردوندیم، عین روز اول تحویل موزه داد. یعنی به یه سری نخ و چقدر قشنگ. رامبد در وا کردیم، رفتیم بخش بعدی، بخش سفالهای زیبا. سفالگری هم مثل فرش یه نسبت خیلی زیبایی با ایران، فوق‌العاده قدیمی. یه کوزه دیدیم اونجا رامبد، یاد خیام خانی خودمون افتادم، چون کوزه تو شعرهای خیام خیلی حسام شنیدی که دیگه. بله. آروم به نام شوهر شهلام زیر لب شروع کرد یه خیام خانی از این کوزه. گو این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است، این دسته که برگردن او میبینی دستیست که برگردن یاری بوده. نگله جنس وردم دسته منو سپردم، برتشی که به چه خالش بردش ولاد خالش. ناشم بگله دیگه، توبه بگله دیگه، اصلا بگله دیگه، یالله بگله. اینه گفت رامبد. به نگلش که رسید محمود عصبی شد، وعید پرید نیامبون اورد یه نیامبون به نام نیامونه که دید دیگه تو نیورد، پرید یه هلیکوپتری شپک 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 و کوزه ها بود که رفت تو هوا. کوزه ها بود که اومد پایین و با پاهاش زد به این کوزه ها و یک گرد و خاکی تو هوا پخش شده بود. چه فضایی! ما مأمور موزه‌ای رو نمی‌دیدیم. فقط مأمور موزه‌ای چیه؟ الان باید بیان اصلا کلا جمع کنن ببرن. فقط یه هقهقی تو فضا می اومد او زیر. چقدر هم قشنگ، یه هقهقی خیلی قشنگ بود، واقعا جات خالی بود. آها این جنایته. چه جنایتی؟ جنایته. برای چی؟ خیلی تابلوی ونگوگو زدی نابود کردی. نه نابود کردی. قالی 3800 سال قدمت رو زدی نابود کردی. تحویل دادیم، میگم تحویل دادیم، کانواشو تحویل دادیم. کوزه ها رو هم قشنگ خاکش جمع کردیم، آروم دادیم زیر فرش. پودر شد؟ بله بله، اونجوری که به نام هلیکوپتری زد کامل پودر شد. به نام کم عصبیه رامبو، عصبیه. خب نرین شما این جاهای مهم و اینقدر حساس نرین. بله بله. رامبد اینو میخوام بدونم، قبول داری آدم قبل از دیدار اموزه باید غذاشو بخوره؟ قبول داری یا نه؟ چه میدونم حالا، من نمیدونم الان چی. نه میگم آدم نباید گشنه بره تو، قشنگ میخوای بری کار فرهنگی بکنی. بله چون باید وقت بذاری، باید حواست متمرکزه. من ما هم اینو گفتم، متاسفانه به چه رعایت نکردن. چی شده بود؟ گفتن آقا ما گشنمونه اینجا باید غذا بخوریم. اما اخترم خو یه ظرف لوبیا پلوی با گوش داده بود دست بینا. خب ما هم اونجا آروم نشستیم قشنگ کشیدیم. توی موزه نشستین لوبیا پلو خوردیم؟ میگم ما مخالف بودم، بچه‌ها گشنه‌شون بود. یه گوشه‌ای نشستیم. اونجا اصلا جای این حرفا نیست، اونجا همه در سکوت در آرامش بدون سر صدا راه میرن نگاه میکنن. تمام بله. نشستین لوبیا پلو. بله. ما هم گفتم جای حرفا نیست. آقا خلاصه ما کشیدیم داشتیم میخوردیم، یارو موزه‌ای اومد کامل یهو با لغت زد تو سر خودش. پاشو برد بالا 180 محکم زد تو سر. چطور ممکنه همچین چیزی؟ گفت دست جواب نمیده. گفتیم مگه چی شده؟ گفت استخون لگن تیرانوزوروس رکس برداشتیم توش لوبیا پلو ریختیم. یه دایناسوری انگار بوده اونجا، ما دقت نکردم. به نام تو گشنگی دیگه نفهمیده بود، دنبال بشخاب بوده، استخون لگنه تیرانوزوروس برداشته توش تعدیگ میخورد. و چقدر هم گفتیم آقا نخواستیم بفرما، پسش دادیم رفتیم اتاق بغلی، گفتیم نخواستیم خلاص خلاص. بغلی قشنگ 4 تا کاسه سفالی برداشتیم تو اونا خوردیم. مرده اومد تو گفت نامرد قاشق نکش، این لعاب مال 3800 سال پیشه. خدای بزرگ. گفتیم برنج حروم کنیم، بی انصاف برنجی که با بدبختی کاشته شده. به نام خط کشید لبی سفال رامبد. مرده اومد عصبی شد، سفال عدس به نام گرفت کوبید تو دیوار. گوی خود مسئول موزه. بله معلومه دیوونش کردین. بله بله به جنون رسوندین طرفو. ولی دیدیم عصبیه به نام آروم یه تیکه تعدیگی گذاشت گوشه لپش گفت بخور حالا عصبی نشو، دنیا 2 روزه مگه چی شده. ما هم دیگه دیدیم عصبیه در وا کردیم رفتیم اتاق بغل. کاش میومدیم بیرون زودتر از اونجا. اما اومدیم بیرون فکر کنم اشتباهی رفتیم، نمیدونم بیمارستانی درمونگاهی جایی بود، در وا کردیم یه بنده خدای انگار تصادف کرده بود چی بود، سر تا پاش باندپیچی کرده بود رامبد. اون مومیایی بوده. مومیایی چه میگم بیمارستان؟ نه بیمارستان چیه بنده خدا نمیدونم چه شده بود. ما هم دیدم اصلا زار تک صداش در نمیاد، آروم گوشه باند دادم پایین یه ژلوپن گذاشتم گوشه لبش. بابا میگن این مسکنا عوارض داره، ما دقت نکرده بودم. چی شد؟ گذاشتم گوشه لبش کامل پودر شد. عزیز دلم اون مومیایی بوده. میدونم میگم عوارض مسکن چند هزار سال تو اون باندپیچی مونده بوده. دیگه ما نمیفهمم، ما اومدم کمکش کنم بنده خدا عوارض مسکن. خدا شما چقدر بی ربطید به اونجایی که رفتید. خیلی. ولی رامبد بله رسیدیم به یه بخشی جدا میگم. احساساتی نشو بی خودی ها. نه نمی آدم یه جای عمیق نشی ها. الان من دارم سکته میکنم. یه جای آدم نمیتونه جلوی این حس وطن پرستیشه بگیره. رام یه دری باز کردیم مربوط به تاریخ جنگ چالدران. ادوات جنگی، تفنگ، توپ، انواع چیزهای مختلف اونجا بود. مال دوره جنگ چالدران ما و تمام تیم سکوت کردیم و تمام این تاریخ تصور کردیم. تو ذهنتون مرور کردین؟ که چه جنگ ها و چه کاوچک شمشیر ها و اینا بوده. محمود نسیمی شدیداً احساساتی شد. محمود متاسفانه اواخر گاهی احساساتی که میشه میره سراغ دود. متاسفانه سراغ چی؟ دود. سیگار میکشه؟ یه سیگاری میکشه. خیلی هم برخورد کردم ولی هنوز نتونسته ترک کنه. سیگارشو داره بود. گفتم محمود تو موزه ایم زشته. گفت نه یه پک میزن. فندکشو آورد آروم فندکش زد. روشن نشد. روشن نشد. زد روشن شد. رام بود یه جرقه اتو فندکه پرید افتاد رو فتیله توپ چالدران. گفت زرف تو ببین با چه تکنولوژی 700 سال پیش ای توپ ساختن که هنوز این ساعت کار میکنه. آفرین به تکنولوژی. وای خدای بزرگ. توپ گفت شپا تو هوا. رام بود نفهمیدیم چی شد. این اومد چند نفر جیغ کشیدن. وای. دست مأمور موزه ما تشخیص دادم یه دستی بود کنده شده بود چسبیده بود به دیوار. خودش اوور داشت هق هق میکرد از شدت احساسات و دیگه شلوغ. آقا دیگه این احساسات نیست. طرفو زدی نابودش کردی. شلوغ شد و مردم ریختن و اینا. ما دیدیم کروناه. توی شلوغی بهتر اونجا نباشیم. به خاطر پروتکلا گفتیم برگردیم. دیگه چه کاریه؟ ما که دیدیم چقدر هم قشنگ بود. و واقعا وای خدای بزرگ. رامبد یه لحظه بیو اینجوری نکنی ها. نه نکن این کارها. من الان داری عصبانی میکنی. اینجوری بکن. نکن اون کارها. چاش چون این رفتار یعنی نشون میده که خیلی به اوضاع مسلط و همه چی هم خیلی خوبه. نه اصلا اوضاع خوب نیست. رامبد جان شما مرتکب جرایم خیلی جدی و سنگینی شدی. ما که فقط لذت فرهنگی بردیم. چه لذت فرهنگی؟ رامبد زدین این موزه رو نابود کردیم. عشق کاری با آدم میکنه که تو از هیچی نتونی تنهایی لذت ببری. رامبد اون توی بخشی از این موزه هی گفتم کاش اعلام اینجا بود. کاش اعلام اینجا بود. کاش اعلام اینجا بود. به خودم گفتم خب چرا اعلام بیاد اینجا؟ موزه میبرم پیش اعلام. یه جا نمیدونم بخش رامتین پنجم رامسون پنجم بود نمیدونم کجا بود. یه چیز کوچولوی سوغاتی بره احلام قشنگم گفتم ببرمش که بسلن درست حرف بزن. چیکار کردی؟ بیا بالا. نکن اینجوری. چته؟ نه میگم گفتم اعلامم کنارمو باشه تو سفر. چیکار کردی؟ یه سوغاتی کوچولویی براش آوردم. سوغاتی از توی موزه سوغاتی برداشتی آوردی؟ تو سفر بوده دست خالی بوده. سریع بگو چی برداشتی؟ یه چیز کوچولو. چیزشونم بده. از رامتین پنجم. رامسین چیه؟ اینا این. رامسس. ایناها این. وای یا خدا. این اونجا آویزون بود و یه جا. چرا اینو برداشتی آوردی؟ نه چیز خاصی که خدایا جان این چیه؟ چی شد؟ دست بالا. دست روی سر. بیا حرکت. بشین زانوت. بشینم دست روی سر. تکون نخور. چی شد؟ دست روی سر. سکوت. مثلا حرف نزن. تکون نخور. حاج آقا این خیلی چیز با ارزشیه. حاج آقا خود نامردش بود. شما به جرم دزدیدن گردنبند رامسس پنجم بازداشت میشی؟ من دزدیدم. بله. دستم بزن بهش. آقا یه دقیقه صبر کنید ببینم من دزدیدم. حاج آقا یه لحظه. حاج آقا. ببرینش. حاج آقا یه لحظه اگه میشه تشریف بیارین. حاج آقا. حاج آقا یه لحظه تشریف بیارین عذرخواهی میکنم. حاج آقا دستم زدن به من. حاج آقا این آقا تو برنامه‌اش مردم ترغیب میکنه که عتیقه ها رو از مرز خارج کنن، عتیقه ها رو خارج کنن و بفروشن به غربی ها. من حاج آقا آقا مدتی داره روز مغزمو کار میکنه. واقعا آقا جوان واقعا که آقا این همه شاهد دارم من دزدی نکردم. این کاغذ پاره هم جمع کنید جلوی مهمون زشته. حاج آقا یه لحظه حاج آقا یه لحظه بیارش. حاج آقا یه لحظه بیارش. جناب خان به من دستبند زده. حقته. چه حقمه؟ تویی که با تاریخ مملکتت این کارو میکنی حقته. رامبد جان عذرخواهی میکنم. تو زندان ننگی میکنی؟ میگم داری میری زندان یه موقع چیز باشه ننگی میکنی؟ بله خیلی ممنون. ببر پدرش در درس عبرتی بشه برای آیندگان. دستش. خب خدا رو شکر به امید روزی که کشور ما از این عناصر خالی بشن. کسایی که اهل سرقتن گردنبند میدزدن برای فامیلاشون. خدا رو شکر که به سزای اعمالش هم رسید. مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. یه نفر داره درست نمیگه با بقیه نمیگه. مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. یه نفر میگه با بقیه بگین شما خیلی عزیزین. آقا با هم بگین خیلی. همه با هم یه بار امتحان میکنیم. مردم ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. و دیمونه هم کردین بابا. به احترام مردم ایران بلند شین به احترام بلند شین. خب با 3، 2، 1 ما همه رو به دوربین میگین شاد باش. 3، 2، 1